بسم الله الرحمن الرحیم. مضمون سیلیزان یک از سمستر ششم از کتاب ویلیام تیسیگو ادیشن 6 مربوط چپتر سوم میشه. هفته هشتم، لکچر دوازدهم، موضوع دیزاین تنشن ممبرز توسط تیبل ها از منوال پارت پنجمه. سکشن ششم از چپتر سومه، دیزاین ممبرها تحت بار کشش توسط تیبل هایی که در پارت پنج منوال داریم. این تیبل های خوبی داره که خیلی راحت، محاسب زیاد نداره، ولی خیلی نسبت به این چیزی که ما قبلا کار کردیم، مثالی که به مثال 13 و 12 که ما دو تا مقطع دیزاین کردیم، اینا خیلی دقیق نیه نسبت به اونا، ولی بازم برای حالات خوبه که روش از این تیبل هم ما یاد داشته باشیم، بتونیم بلد باشیم که مقطع دیزاین کنه. مانوال پارت 5 تیبل اول از او که هست، تیبل 5.1 مربوط به دبلیو شیپ ها میشه، تیبل دوم یعنی 5.2 مربوط به انگل ها میشه، مربوط به ال شیپ ها میشه، که استفاده تیبل میشه که به این مثال 3.13 که ما قبلا نور مثال 3.12 کار کردیم، دقیقا هم او مقطع دیزاین کردیم به ایس مثال 3.13، پس مثال 3.12 کار میکنیم با استفاده از تیبل هایی که در پارت 5 منوال داریم. اول از LRFD معلوماتی که از اگزمپل 3.12 داشتیم، پی التیمیت پیدا کرده بودیم 154 کیپس و آر هم یا رادیوس آف جیرشن هم گفته بودیم باید بیشتر یا مثل ای به اشاره 6 باشه، یعنی مینیمم اشاره 6 ده. قبل از اینکه مثال 13 هم چپتر 3 بریم کار کنیم، میشه که مروری به منوال دوباره داشته باشیم. ما اگر تیبل آف کانتنت یک بار نگاه کنیم، ما گفتیم که پارت یک منوال دایمنشنز اند پراپرتیز، تمام مشخصات و خصوصیات و ابعادی که برای شپ ها داریم میتونیم از پارت یک داشته باشیم. جنرال دیزاین کانسیدریشنز که ما به استیل یک تقریبا یک دو تا تیبل های نیاز داشتیم که ارو از او همو استیل A36 و استیل A992 اینا رو میتونستیم معلومات از اونا حاصل کنیم و همچنان معلوماتی که درباره کدام شپ ها به چی استیل ساخته میشن از اون تیبل ها میشه که چی کنیم. یک دو تیبل به این پارت دو نیاز داشتیم ما به استیل یک. پارت سوم دیزاین آف فلکشنال ممبرز، این چپتر مربوط به چپتر پنج میشد که ما فعلا از چپتر سیم باز تا چپتر پنج با به یه پارت نیاز میشه. مربوط چپتر چهار ما که هسته که دیزاین آف کمپریشن ممبرز، پارت چهار منوال. پارت پنج منوال که این بحث ما شمانه دیزاین آف تنشن ممبرز، در این پارت تیبل های داریم ما که اگر بیایم مراجعه کنیم به پارت پنج منوال، اولین بحثی که ما به پارت پنج منوال داریم تیبل پنج یک دبلیو شیپ های دبلیو شیپ ها برای اف آی 50 و اف آی اف یو 65. خب قبلا هم گفته بودیم که استیل 992 استفاده میشه و استیل 992 اف آی از 50 کیس آی و اف یو التیمیت یا تنسال استرنتی از 65 کیس آی. در این تیبل ها ما هر کدام از شپ ها گراس ایریا رو برای ما داده، افکتیف ایریا رو داده و همچنان بار که به دو متد ASD و LRFD هم به یلدینگ و هم به رپچا. مثلا W44 در 335 گراس ایریا از 98.5 اینچ مربع افکتیف ایریا رو 75 ایریا گراس امیتد حد سده در نظر گرفته، منتهی دقیق نیه، باید ما افکتیف ایریا دقیقی باید بریم از محاسبایی که مسائل قبلا ما کار کرده بودیم از اونها استفاده بکنیم،
ایریا افکتیو دقیقی که پیدا کردیم بعد با ایریا افکتیوی که ما نیاز داریم چک کنیم، به خاطری که این دقیق نیه. باز کار میکنیم به مثال انشالله. خب ما بس ما اینه که W44 در 335 ایریای گراسی داره برابر 98.5 و فرزن ایریای افکتیوی داره 73.9. برای یلدینگ متد ایستی ای 2950 کپس باره میتونه تحمل بکنه به تنشن و برای الارفدی 44C کپس میتونه تحمل بکنه. برای رپچر 2400 کپس میتونه تحمل بکنه به ایستی و برای الارفتی 1600 کپس میتونه تحمل بکنه. به اساس همین ما به طور مثال ما وقتی که میریم ایریای گراسر پیدا میکنیم از رابط هایی که داریم یا بارگوزری یا فرق نمیکنه چی بارگوزری و چی ایریای گراس، از هر کدام که میاییم از این جدول مقدار ایریای گراسر انتخاب میکنیم و میریم به اساس از او از تبل پارت یک از اونجوری رادیوس آف جیرشن رو برمیداریم نظر ممی ایریای گراس، بعد میریم نظر به محاسبات که قبلا ما داشتیم به مسائل قبلی کار کردیم، میریم قوه پیدا میکنیم، نگاه میکنیم که همه ایریای گراس چقدر قوه میتونه تحمل بکنه، بعد با قوه التیمیتی که ما پیدا کردیم هم به الارفتی هم به ایستی به او چک میکنیم، نگاه میکنیم که کمتر یا بیشتر، بر اساس از او میریم نگاه میکنیم که اگر باره که تحمل میکنه بیشتر از پی التیمیت ما باشه اوکی، اگر کمتر بود باز مگر بیم مقدار دوباره تغییر بدیم. حال مثالی که ما داریم انگله که تبل 5.2 و بعد ما بریم تبل 5.2 ببینیم که نظر به ای 5.1 و ای هم تبل 5.2 میشه. تبل 5.2 بحث ال شیپ هایه که ال شیپ ها ما گفتیم که استیل ای 36 ده که 36 کیس های فوای از اونه و ای فالتیمیت هم 58 کیس های دقیقا مثل قبلا که به دبلیو شیپ هم حال تشکیل کردم اینجا هم شیپر برای ما داده و گراس ایریار داده و ایریای افکتیو داده، بازم ایریای افکتیو 75% ایریای گراس در نظر میگیره، فرضیه ای دقیق نیه. یلدنگی و باره که تعمل میکنه به ایستی و الارفتی و رپچر هم باره که به ایستی تعمل میکنه و به الارفتی هم باره برای ما داده. بساس از این میریم که مثال از سیزدر کار بکنیم ببینیم که به کجا میرسیم. خب مثال ما طوریه که پی ایو یا فی تی پی این ما 154 کیسه برای الارفتی. ما باید به تبل 5.2 بریم برای یلدنگ و برای رپچر فی تی پی اینر طوری انتخاب کنیم که 154 بیشتر باشه و بعد به اساس او ایریای گراس و ایریای افکتیور انتخاب میکنیم و بعد میریم ایریای افکتیو و ایریای گراس هم چک میکنیم و میبینیم که ایریای افکتیو دقیقی برای ما میده یا نمیده. ایریای افکتیوی که ما میازاریم بعد بساس از او میریم بارگذاری دوباره محاسبه میکنیم. خب میریم دنبال فی تی پی این میگردیم که از 154 کیپس بیشتر باشه برای یلدینگ و برای رپچر به هر دو تا، باید برای الارفتی از 154 کیپس بیشتر پیدا میکنیم. یک کم وقتگیرتر هست به حساب انتخاب از این و چک کردن از این. ما پیدا میکنیم 154 کیپس برای الارفتی فی تی پی این برای یلدینگ و 155 کیپس هم برای رپچر انتخاب میشه. انمی میریم نگاه میکنیم که شیپی هست ال 6 در 4 در 1 بر 2، میریم ال 6 در 4 در 1 بر 2 مینویسیم با ایریای گراس 4.75 اینچ مربع و به ایریای افکتیو 3.56 اینچ مربع. بعد ای گفتیم که ای ایریای افکتیو دقیق نیه، باید ایریای افکتیو دقیق پیدا کنیم. ما باید بریم با او ایریای افکتیوی که نیاز داریم مقایسه کنیم، یا میشه که بارگذاری حساب کنیم باید از 154 کیپس بیشتر باشه. خب ما رفتیم مقطع انتخاب کردیم ال6 در 4 در 1 بر 2 که ای
فی ای تی پی این یا پی ایو 154 که بسته میتونه تحمل کنه برای گراس سکشن یا به یلدینگ و برابر به 155 که به اساس نت سکشن یا رپچر میتونه تحمل بکنه. و همچنان از تیبل پارت 1 از منوال میریم امی ال شیپ 6 در 4 در 1 بر 2 ردیاس ورشن را انتخاب میکنیم اشیر 864. و قبلا هم گفتیم که طول کنکشن معلوم نیه هنوز، پس همو از کس 56 میشه که یور اشیر 8، در صورتی که برای ال شیپ گفتیم اگر 4 دونه بولت به کار رفته باشه اشیر 8 در نظر میگیریم، یا بیشتر از اون، بیشتر از 4 یا 4 اگه باشه، باز اگر 3 بولت به کار رفته باشه میشه که اشیر 6 بگیریم. خب حالا باید برای ما ایریای نت دقیق پیدا کنیم که باید بساس ایریای نت برای ایریای افکتیو دقیق به دست بیاریم. خب ما گفتیم ایریای نت برابر به ایریای گراس منفی ایریای هول، ایریای گراس ما 4.75 مربع یعنی شبکه انتخاب کردیم، منفی 2 تا هول 3 بر 4 جمع 1 بر 8 ضرب در 1 بر 2 تکنس ضرب در 2 دونه میشه 3.875. بعد بساس ازی ضرب در 8 میکنیم ایر که برای ما ایریای افکتیو بده میشه 3.1 مربع. بعد به اساس از این ایریا افکتیو میریم باری که این میتونه تحمل بکنه اکسیال تنشن فورس، میبینیم که از این 154 که ما به کار داریم کمتر میشه بیشتر، اگه بیشتر بشه پس اوکیه دیزاین ما، اگه کمتر بشه باید مگر بره مختر عوض کنه. میریم محاسبه میکنیم فی ای تی پی ای این فی ای تی اف ای زب در ایریا افکتیو که است 8.75 58 3.1 فی تی برای رپچر 8.75 گفتیم میگیریم، اف یو هم خوب قیمت خبر داریم 58 ایر افکتیو رن خوب محاسبه کردیم شد 3.1، این میشه 135 کیپس، یعنی باری که میتونه تحمل بکنه 135 کیپس، از 154 کمتر پس اوکی نیه. بعد مقطع رو عوض کنیم به چی اساس؟ ما شما گفتیم که ایریای افکتیو برابر به 8.75 تا ایریای گراس میگیریم، پس میریم حالا نگاه میکنیم ببینیم که ایریای گراس به ایریای افکتیو چی مقدار میشه. ایریای افکتیو بر ایریای گراس فرمولی داریم که ما گفتیم ایریای افکتیو برابر به 8.75 تا ایریای گراس. میبینیم وقتی که ایریای افکتیو 3.1 که ما محاسبه کردیم تقسیم ایریای گراس میکنیم به ما میده 65.26. اگر 8.75 میداد اوکی بود، حالا که 8.75 نداده پس میشه که دوباره بیاییم به اساس ازی بیاییم ببینیم که باره که نیازه که ما بریم از جدول بیاریم چی مقداره. بعد میاییم می نویسیم 8.75 بر ایر رشیوی که ما به دست آوردیم، 8.75 بر اکچوال رشیو ضرب در پی ایو. محاسبه میکنیم 8.75 به حساب رشیوی که ما نیاز داریم، رشوی که حال ما به دست آوردیم 65.26 به این قیمت میذاریم زد در پی التیمیت میکنه 154 به امید 177. حال دوباره میریم پس به تبل به اساس از این 177 دوباره شپ دیگه انتخاب میکنیم، میاییم دوباره چک میکنیم ببینیم که بازم ایریا افکتیو مار میده یا که نمیده، اما باره که نیاز تعمل میتونه بکنه یا نه. خب پس دوباره میریم به تبل به اساس الاریفتی فی تی پی این 177 سکشن دیگه انتخاب میکنیم، میپالیم تا 177 پیدا کنیم برای یلدینگ و رپچر هر دو تا همزمان بعد 177 برداشت کرده بتونه. یلدینگ و رپچر 177 ما اینجا پیدا کردیم 188 شده، برای یلدینگ 188 و برای رپچر 189. همین انتخاب میکنیم میریم چک میکنیم ال 8 در 4 در 1 بر 2 دقیقا همون مقطعی که ما به سکشن به مثال 12 کار کردیم قبلا، ال 8 در 4 در 1 بر 2 با ایریای گراس 5.8 اینچ مربع و ایریای افکتیو 4.35 اینچ مربع میریم ببینیم که جواب میده یا نمیده. خب انتخاب کردیم از تبل ال 8 در 4 در 1 بر 2 با فی تی پی این 188 کیپس برای یلدینگ و 189 کیپس هم برای رپچر. ایریای افکتیو 8.75 ایریای گراس 4.31 اینچ مربع میشه و ردیس آف جیرشن رو از تیبل پارت 1 از منوال میریم میاریم 8.863 اینچ میشه. خب ایریای نت
میری محاسبه میکنیم دقیق یور ایریای گراس منفی ایریای هول مثل 5 اور 8 منفی 2 تا ایریای هول مساحت رو پیدا میکنیم میشه 4.925 اینچ مربع. بعد ایریای افکتیو دقیق حساب میکنیم یوز اپ در ایریای ان یا ایریای نت 8.8 در 4.925 میشه 3.94 اینچ مربع. بعد به اساس از این میریم فی تی پی این حساب میکنیم، فی تی 8.75 بود، اف یو هم 58 بود و ایریا افکتیو هم 3.94 اینچ مربع ما انتخاب کردیم، محاسبه کردیم شد 171 کپس. 171 کپس بزرگتر از 154 کپس، پس اوکیه. پس ال 8 در 4 در 1 بر 2 که به 8 اینچ لگ از او، یعنی به ال 8 از او ما کنکت بکنیم، در این بابت اوکیه. برای ASD بازم از مثال 312 ما داریم پی ای یا اپلاید لود 105 کپس بود و رادیوس ویبریشن هم 8.6. میریم بازم به منوال پورت 5 ببینیم که با 105 کپس ایشته شیپ میتونیم بیاریم. خب ما برای ایستی میخواییم بریم که یک مقطع انتخاب بکنیم که 105 کپس بار بتونه تحمل بکنه. خب از تبل پورت 5 تبل دوم میریم 105 کپس میپالیم تا 105 کپس بس بیا برای ایستی. امی کالم سبز در انتخاب میکنیم برای ایستی، هم به یلدنگ هم بر ابشار باید 105 کپس بتونه برداشت بکنه. یک سد شیشت به ایستی برای یلدنگ و 107 برای رپچر. این مختار انتخاب میکنه ایل 5 در سینیم در 5 بر 8. خب ایل 5 در سینیم در 5 بر 8 انتخاب کردیم، برای یلدنگ 106 کپس و برای رپچر هم 107 کپس باره میتونه تحمل کنه. و از تبل پارت 1 هم منوال رادیوس ویبریشن 8.746 انتخاب میکنیم و یو هم برابر به 8 گفتیم به خاطر که طول کنکشن مشخص نیه و ما برای 4 تا بولت گفتیم 8.8 در نظر میگیریم از کیس 56. میریم ایریای نت دقیق حساب میکنیم، ایریای گراس منفی ایریای هول. ایریای گراس 4.93 اینچ مربع بود، از تبل امو مقدار ال 5 در سینیم در 5 بر 8 مساحت گراس از او 4.93 اینچ مربع. منفی 2 تا ایریای هول میشه 3.836 اینچ مربع. ایریای افکتیو پیدا میکنیم 8.8 ضرب در 3.836 میشه 3.069 اینچ مربع. بعد میریم پی این بر اومیگا تی یا پی ایر پیدا میکنیم، مثل این میشه پی اینی بر اومیگا تی مثل این میشه اف یو زب در ایریا افکتیو بر اومیگا تی. خب اف یو داریم 58، ایریا افکتیو 3.069 و اومیگا تی رو هم به رپچر 2 میگیریم میشه 89 کپس، کمتر از 105، پس اوکی نیه. دوباره پس به اساس همون ایلارفتی باید ما ایریای گراس برابر باشه به ایریای افکتیو برابر باشه به ایریای گراس زب در 75. خب به اساس از این میریم ایریای افکتیو تقسیم ایریای گراس میگن، نگاه میکنه 8.75 میده یا نمیده. خب ایریای افکتیو تقسیم ایریای گراف، ایریای افکتیو است 3.069 و ایریای گراس هم 4.93 میشه 8.6225. خب ما به حساب ضریب 8.75 به کار داریم، پس بس از ضریب 8.75 تقسیم 8.625 ضرب در 105 به ما 127 کپس میده. حالا اگه ما بریم مقطع انتخاب کنیم که 127 کپس جواب گویی باشه، یعنی 127 کپس بار تحمل بکنه، فکر میکنم جواب بده. میریم پس به تبل. خب ما گفتیم 127 کپس برای AST حال نیازه که مقطع باشه که تحمل بکنه.
اگر نگاه میکنه 127 کپس، 129 کپس، انه ای خوبه، منطقه ای خیلی دیگه. ما گفتم اگر 5 اینچ هم لیگ بزرگ باشه مشکلی نداره، میرین که سبکتر انتخاب کنیم، خیلی سنگین میشه دیگه بازی. 127 کپس. خب کتاب نمیدی انتخاب کرده، ال 6 در 4 در هفته در 5 بر 8 که برای رب، برای یلدینگ 126 کپس و برای رب 4 128 کپس و مساحت گراسی هم 5.86 اینچ مربع و مساحت افکتیوی هم 4.4 اینچ مربع. بریم بر اساس همی ببینیم که جواب میده یا نمیده. میریم ویدیو نت پیدا میکنیم، ویدیو افکتیو پیدا میکنیم، بعد میایم بارگذاری چک میکنیم، نگاه میکنیم که همین جواب میده یا نه. خب ما ال 6 در 4 در 5 بر 8 انتخاب کردیم با پی ان بر اومگا تی برای یلدینگ 126 کپس و برای رپچر 128 کپس و از منوال پارت 1 هم میریم ریدیوس اف ویریشن میگیریم 8.59 اینچ. خب با اساس همین ایریای گراس میم ایریای نت پیدا میکنیم، ایریای نت بسه میشه ایریای گراس منفی ایریای هول، مثل اینش 5.86 مربع منفی 2 تا ساعت هوله که اینا رو از هم کم میکنیم میشه 4.766 اینچ مربع. بعد ایریا افکتیو پیدا میکنیم 8.8 سب در ایریا نت میشه 3.81 اینچ مربع. بعد میریم پی ان بر اومگا تی که بعدی از 105 کپس بیشتر بشه، اف یو سب در ایریا افکتیو بر اومگا تی 58 سب در 3.81 بر 2 میشه 111 کپس، این بزرگتر 105 کپس، پس اوکی. پس ال 6 در 4 در 5 بر 8 برای ایستی اوکی جواب میده، در صورتی که بش به ال 6 اینچ کنکت بشه. با وجودی که برای استفاده تیبل ها ما مجبوریم که افکتیو نت ایریا رو دوباره محاسبه کنیم دقیق از اون، بازم تیبل ها وقت کمتر در بر میگیره. برای از این که ما باید به پارت یک هم مراجعه کنیم برای پیدا کردن ردیس آف جیرشن. این تیبل ها خوبی داره که ما میتونیم به صورت ساده و به صورت سری معلومات را از داخل این تیبل ها پیدا بکنیم و راحت تر امو مقطع مورد نظر محاسبه بکنیم و تحلیل بکنیم و به بارگذاری و مقایسه بکنیم. زمانی که استرکچر شیپ ها یا پلت ها تئوری کنک میشن که ما یک بیلت اپ شیپ بسازیم، در این صورت کنکشن از اینو تنها در انجام های نیه، باید ما به صورت مسلسل به جای مختلف رو کنکت بکنیم که این کنکشن رو ما به نام استیچینگ یاد میکنیم، یعنی دو زندگی یا دوختن یا بخیه خوردن مفهومی رو همه میرسونه که این فاسنرها یا بولت ها به نام استیچ بولت یاد میکنن. توری باید ما این کنکشن ها قرار بدیم، یعنی به فاصله های توری باید قرار بدیم که رادیوس آف جرشن یا ال بر آره امو ال طول منبر تقسیم رادیوس آف جرشن از او از مقدار رادیوس آف جرشن بلت اپ منبر بیشتر نشه، یعنی تجاوز نکنه، که منوال AIC D4 برای ما میگه که باید L بر R از 300 بیشتر نشه، مقدار امو طول منبر تقسیم رادیوس آف جیرشن از 300 نباید بیشتر بشه. بلت اپ شیپ ها توری در سکشن J3.5 یا در چپتر J Design of Connections میگه که اسپیسینگ یا فاصله بین فاسینر ها یا بولت ها یا اگر فرض مثال منبر ولدینگ بشه
فاصله بین او ولدینگ ها از او باید از 24 برابر تکنس پلیت و اون پلیتی که نازکترین یعنی پلیت نازکتر بیشتر نشه یا 12 اینچ. اول میایم 24 برابر تکنسر محاسبه میکنیم، اگر از 12 اینچ بیشتر بشه 12 اینچ در نظر میگیریم، اگر از 12 اینچ کمتر باشه همون 24 برابر میگیریم. و در صورتی که ممبر به ویدرینگ یعنی به مرز اتمسفیر کوروژن یا به مرز خوردگی اتمسفریک قرار میگیره، یعنی منظور اینه که در فضای مرطوب ممبر استفاده میشه، در این صورت مکزیمم اسپیسینگ 14 برابر تکنسه. اگر به فضا مرطوب نباشه ممبر 24 برابر اجازه یا 12 اینچ، و اگر به ممبر به جای مرطوبی به حساب ساخته بشه که اونجا خطر خوردگی یا خطر زنگزدگی به حساب ایجاد میشه برای از او، ما اسپیسینگ بین فاسینرها، بولت ها یا ولدینگ ها از 14 برابر تکنس امو نازکترین پلیت یا 7 اینچ باید بیشتر در نظر نگیریم. اول 14 برابر تکنس حساب میکنیم، اگر از 7 اینچ کمتر بیشتر شد که 7 اینچ در نظر میگیریم، اگر از 7 اینچ کمتر شد امو 14 برابر در نظر میگیریم. پس بیمانه که از 7 اینچ و بعد 12 اینچ بیشتر نشه.